کنم که بله، من آماده هستم برای ریاست جمهوری که نامزدیم رو دیگه اعلام میکنم. بدیهی است که این رأی و تنفیذ تا زمانی است که ایشان در همین صراط مستقیم. حالا فرمانده جنگ به ریاست جمهوری رسیده. معاون فرمانده جنگ به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی و نائب رئیسی مجلس رسیده و جمعی دیگر از اعضای مجمع اوغلا در دولت و مجلس سمت‌های مهمی را کسب کردند. یه دید خیلی ساده ایشون داشتن که خب مقام معظم رهبری میشن رهبر، ایشون بیشتر علاقه چیزهای فرهنگی و اینها هستش، حالا تو این چیزهای فرهنگی هم ایشون باشن، اینا عملاً مملکت رو من دیگه اداره خواهم کرد، من میشم رئیس جمهور، بنابراین من میرم به سمت اقتصاد باز، من میرم به سمت تنیزدائی، حالا فعلا با آمریکا نه ولی با عربستان، با اتحادیه اروپا، بعد یواش یواش با خود آمریکا. دولت معتقد است که هرچه سریعتر باید بازسازی ویرانه‌های جنگ را آغاز کرد و شرط لازم برای این کار وجود سرمایه‌گذاری خارجی است. به همین دلیل باید با آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان قطب‌های اقتصاد وارد مذاکره شد و فرایند تنیس‌زدایی و اعتمادسازی را آغاز کرد. اون کسانی که معتقد بودن نمیشه با یکی بدون بستن با یکی از کدخدا زندگی کرد، اونا انگار پیروز شد. لذا بعد 509ش اون تفکر در کشور رشد کرد که بالاخره باید با یکی کدخدا ببندیم. بعد 509ش تمام اون کسایی که تفکر حفظ مواضع ملی و مستقل ایران رو داشتن و زیر بار هیچ کدخدایی رفتن رو معتقد بودن منزوی شدن، و اونایی که طرفداری بودن که بالاخره ما باید با یک کدخدایی ببندیم رو اومدن. یعنی انگار 509ش و پذیرش پایان به اصطلاح 509ش انگار معنای این بود که این دیدگاه پیروز شده، اون دیدگاه شکست خورده، برای همین این دیدگاه رو اومد.